تلاش‌های جهانی برای حفاظت از محیط زیست منجر به ظهور فناوری‌های تازه و مفیدی شده، اما هنوز چالش‌های این عرصه به طور کامل برطرف نشده. یکی از موارد چالش برانگیز در این فهرست تولید گوشت به شیوه سنتی است. برای تولید گوشت به شیوه معمول روزانه چند صد هزار دام در سراسر جهان سلاخی می‌شود و این روند رو به افزایش است. افزایش این تقاضا یعنی نیاز به زمین‌های بیشتر برای پرورش دام و این یعنی بیشتر شدن روند جنگل‌زدایی. از سوی دیگر نگهداری حیوانات به صورت انبوه نیازمند مصرف زیاد آب و آنتی بیوتیک است و احتمال شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و دام را هم افزایش می‌دهد. گسترش دامداری به ویژه پرورش گاو با افزایش گاز متان در اتمسفر رابطه مستقیم دارد، گازی که نقش مخرب زیادی در گرمایش زمین ایفا می‌کند. همه این موارد باعث شده تعداد زیادی از شرکت‌های نوآور تلاش خود را روی تولید گوشت در محیط آزمایشگاه متمرکز کنند. گوشت درون کشتگاهی یا مصنوعی با کشت سلولی در محیط کنترل شده تولید و نوعی کشاورزی سلولی محسوب می‌شود. این فرآیند ابتدا با نمونه برداری از ماهیچه یک رأس دام آغاز می شود و متخصصان با استفاده از آن به جمع‌آوری سلول‌های بنیادی حیوان می پردازند. این سلول‌ها از طریق کشت و استفاده از دستگاه‌های موسوم به راکتور زیستی چندین برابر می شوند و بعد از رشد آماده تشکیل بافت عضلانی و تبدیل شدن به گوشت می شوند. به عبارت دیگر، گوشت آزمایشگاهی همان گوشت واقعی است که با کشت سلولی و بدون نیاز به کشتن حیوانات تولید می شود و طعم و بافت آن همان چیزی است که از گوشت انتظار داریم. طبق اعلام یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تولید گوشت مصنوعی، تنها با یک بار نمونه برداری از بافت گاو میتوان گوشت مورد نیاز برای تهیه 80 هزار عدد همبرگر را در آزمایشگاه تولید کرد. از دیگر مزایای تولید گوشت در آزمایشگاه میتوان به تولید مقادیر زیادی گوشت در مساحتی بسیار کم اشاره کرد. به طور مثال میتوان در محیطی به اندازه 100 متر مربع چندین تن گوشت تولید کرد. چند شرکت نیز در ایالت کالیفرنیای آمریکا برای جلوگیری از صید بیش از اندازه از اقیانوس‌ها در حال تولید گوشت ماهی تن و دلفین ماهی در محیط آزمایشگاه هستند. یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تولید گوشت مصنوعی سنگاپور است. این کشور قصد دارد تا سال 2030 بخش زیادی از نیاز غذایی خود را از طریق نوآوری در تولید محصولات غذایی به ویژه تولید گوشت آزمایشگاهی تأمین کند. در دسامبر 2020 این کشور آسیایی برای نخستین بار در جهان مصرف مرغ سوخاری شرکت آمریکایی ایجاست را با استفاده از گوشت آزمایشگاهی آغاز کرد. هم‌اکنون شرکت‌های زیادی در جهان به تولید گوشت آزمایشگاهی و محصولاتی مانند ناگت مرغ، استیک و همبرگر با استفاده از این گوشت‌ها می‌پردازند. اما باید دید آیا این نوع گوشت می‌تواند جای خود را در سفره مردم باز کند؟